به نام خداوند مهربان و بخشنده، سلام علیکم بیننده عزیز تلویزیون جهانی آریانا. با امیدی که صحتمند سر حال باشین، باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم در استودیوم سرخ با همکاران بسیار خوبی ما، و ببینیم که امروز برنامه خوش بر شما میگذره، یعنی حتما خوش میگذره. خب دوست عزیز، در ابتدا میبینیم که آشپزای عزیز ما کیها هستند و امروز مسابقه دارن. دوست عزیز، سلام دوستای عزیز، مصطفی محمدی هستم. مدت 9 سال میشه که در رشته آشپزی ما تجربه دارم و یگانه علاقه‌مندی ضعف ما که هست در غذای چینی است، هم هندی هم چینی، که هم خوب پخته میتونم و هم در مجموع، یعنی دیزاینش هم همچنان. اوقات بیکاری ما البته برتون میگم زیاد در سیاحتی دوست ندارم و علاقه‌مندی ضعفی که دارم در ورزش دارم. حال هم آمدیم در برنامه 59 دقیقه دوئل اشتراک کنم تا برنده مسابقه شم. با امید از اینکه برنده مسابقه مشم. سلام دوستان عزیز، محمد بصیر پیرزاد هستم. بازم در برنامه 59 دقیقه دوئل اشتراک کردیم و تجربه کاریم مدت 8 سال می باشه. با غذاهای داخلی و خارجی آشنایی کامل دارم و غذاهای مورد علاقه ام غذاهای ایتالیایی می باشم. در فامیل 5 نفر می باشیم. یک خودم هستم، خانم هست، دخترکم هست، پدر و مادرم می باشم. باز هم می خواهم در برنامه 59 دقیقه دوئل اشتراک کنم و در کوشش ازی هستم که یک روز آشپزطلای افغانستان هم باشم. حال هم از همکار بسیار خوب ما بی‌نظیر جان خواهش میکنم که بیاین با آشپزای عزیز که برنامه را شروع کنیم دیگر. بی‌نظیر جان سلام. دوستای عزیز، من هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم، امیدوارم خوب جور صحتمند و سر حال باشین. دوستای عزیز، برنامه را آغاز میکنیم با مصطفی جان و بصیر جان. بسیار تشکری که آمدین در برنامه، خوش آمدین. و حال هم ببینیم دوستای عزیز که در بین بکس سرخ چی جاواجا شده. بی‌نظیر جان چی حدس میزنی؟ کدو. اوه تازه کدو را باز از یا پرسان خواد کردیم که میتونن که درست استفاده کنن در غذای خود یا نه. درست است؟ و مصطفی جان چی حال داری؟ شکر است. و اولین بار است که در استودیو سرخ آمدین. امروز چطور خود بود برنامه را حتما تماشا کردین در تلویزیون؟ بله، ما قبلا علاقمند بسیار سخت برنامه 59 هستم و خواستم که چنین روز به این نتیجه برسم که خود بم شامل مسابقه باشم. بله بله، و خدا را شکر که این زمینه بر من مساعد شد که ما آمدم. بله، باز چلنج هم دادین بر بصیر جان. چلنجش قبول کردی بصیر جان؟ والا باید قبول کنی. درست است. خب دوستای عزیز، حال هم از همکار بسیار خوبی ما غلام محمدی ما خواهش میکنیم که بیایه سری بکس سرخ بالا کنه، ببینیم در بین بکس سرخ چی جا بجا شده. خب دوست عزیز، ببینیم در بین بکس سرخ چی جا بجا شده. اجازه است؟ بفرمایید. اوه چیز بسیار عالی است، چون بخش ترکاری است واقعا خوبتر است. مصطفی جان خود قبول کردی؟ زیر تاثیر نبی؟ نه خیر، نه گپ زیر تاثیر نیست. ما قبل از برنامه براتون عرض کردم که کمک طبیعتم خوب نیست. خب بازم انشاءالله کوشش میکنیم که چیز شود. خب دوست عزیز، برنامه را آغاز میکنیم تا 3 2 1 آغاز دول. بفرمایید. 59 دقیقه آغاز دوئل.
دوست عزیز برنامه آغاز شد و برنامه جدیتر است و امروز چلنج زاده مصطفی جان نفهمین کی را بصیر جانه و بصیر جان هم امروز دیگه چلنجش را قبول کرده اما بسیار آرامتر است و میگن که من یکم خوبم نیستم با امیدی که تا پایان برنامه بهتر شوه و بهترین برنامه را پیش ببره. خب اینقدر زیاد مولی سرخه که چی میکنی مصطفی جان؟ یه ده میتونم که یک بخش غذای چینایی جای کنم و همراه با سو خیر با سو رو شد این غذای چینایی اول نام شو بگو بخاطر من میخوایم یاداشت کنم چون برفعلا نمیتونم گفته باز مزیش میره اینم نام شو بگو ذائقه و طعم و نمیفهم دیگه چیزایش فقط نام غذا رو بگو باز بعدا میتونم بردان بگویم فعلا نه کل هر کسی که در برنامه می غذای چینایی پخته میکنه باز نامش هم نمیگه تا آخر برنامه چطور؟ چون آشپزا همی و خیاستشان هست کدام آشپزا مثلا؟ در مجموع نشد دیگه من برم از این باید پنتون اعلام میکنم یک سال میرم درس آشپزی میکنم فقط به خاطر از یک نام غذا را یاد بگیرم چطور؟ فقط این قنقل برم بتی به شکل قورمه هم بوده میشه یا کدام رقم دیگه؟ مکس سلات واره؟ شکل سلات واره مکس میباشه اگه تا آخر برنامه او بیا در این قسم شفر گپ بذاری هیچ کس نمیفهمه که تو چی کار میکنی خب دوستای عزیز ما که اسیستنت یا معاون بصیر جان میبینم یکم تنبل به این خاطر است که ما فکر کنم اولین بارش است که دست رودی مصور قامت از زیر تاثیر هم آمده بای دستکش هم به دست نکرده حالا میره دستکش ها رو به دست میکنه باز میای کار میکنه تا پایان برنامه همراه ما باشین و داره عزیزم اونجا هستن نظارت میکنن حتما نظریاتشان رو میگیریم دوست عزیز در جریان برنامه طرف شما چی گپ هست مصطفی چند سال آشپزی میکنی در بخش آشپزی مدت 7 سال میشه دم 7 سال مولی سرخه کمی رقم میده کدی ای بخاطر سوپ است یعنی 7 سال اگه به می شکل میده کرده باشی خدا بدانه مشتریای بیچاره چی وضعیت داشته خب فرق میکنه آزارت دادم گفتم در شروع برنامه مصطفی جان گفت میگه خدا کنه دعا میکرد همراه بصیر میگفت خدا کنه بی‌نظیر همراه ما برابر نشه به خاطر که زیاد آزار میده من قصد نالی رو ببینید تا آخر برنامه چقدر آزار از اون خطر پشت ما افتیدی پس کجا دیگه پیش بصیر جان ات نمیری نه بصیر نکو بیچاره چیکار داری بچه بچه خوب آرام سعی کو کارش انجام میده اونجا خب بصیر یعنی بصیر گپ نزد بصیر جان میپرسیم که چی میکنه بصیر جان جان چی پخته میکنید بله ما امروز برتی غذا اومدم بر ما یا بر داره عزیز بر غذا گفتم دیگه اینال بر تمام نامش نمیگیره دوست عزیز که چی آماده میسازه بله عین قصه دای میزام جریان داره اینجا مصطفی جان پرسان میکنه میگه باز وقتی که غذا بدهش نامش برات میگم فقط مولی میده کده میره بس خلاص چطور مصطفی بله نو سر فیلمی است سر فیلم کل جا مولی میده کدن دیر شد خدا بدن تا آخر فیلم چی وضعیت میشه آخر فیلم خلاص میشه دوست عزیز 5 دقیقه از زمان برنامه گذشته و بقیه 54 دقیقه الی ختم دویل باقی مانده حال هم یک وقفه بسیار کوتاهی داریم و بعد از وقفه برمیگردیم برنامه را ادامه میدیم چهل و نو دقیقه با ختم دوئل ادامه برنامه است و بیاییم ببینیم که مصطفی جان چی جور کده تا باله بغیر از اینکه مرچ میده کده رفته و امرای مولی دیگه هیچ کار نکده چطور مصطفی؟ به خاطر که شروع کار همی است شروع کار با تندی نه خیر شروع کار با بمکس بیشتی باله است بله سلات آماده میکنین؟ نه خیر سلات آماده نمیکنم امی بخشی که سوپ مولی سرخه که هست امی ساس رو میده یعنی سوپ مواده لازمه زیره آماده میسازم مواده که لازمیش میباشه خب این امی رو بگوین بینین دای عزیزم یاد بگیرن بعضشان سوال میکنن میگن امی بعض آشپزا چیزای که آماده میکنن خوب است که ذکر بکنن داخل امو غذای که آماده میکنن که چیزا رو مندازن که ما میاد بگیریم
باز میتونم در برنامه بعدی بگم. آله بگو بیادر این مردم اینا میخزار میخوای پخته کنن در برنامه بعدی. باز ما تو یک برنامه دیگه بخوایم بیاد که از مولی سرخک هم غذا آماده کو واسه مواد لازم شه طرف. من همیشه میام وقت دارم. خب ای مایی حتما کجایی هست نام می غذا گرچه مایی چند نواب چند رقم پخته میشه بله جان مایی چند رقم پخته میشه یک رقم میشه می هست آ بله بنظیر کس طریق قدر رای زود برای خود رای گریس پیدا میکنه زود زود آفرین امی که بن موندن باز نام غذا رو نمیگن میگه آخر برنامه برد میگم یا یک کار دیگه شد باز میگه بعدن گپ میزنه خب ولی مصطفی جان خوب صحبت کردت میکنه یعنی پیاز میده میکنه ما دور استاچم به خدا نال چشمای من پیازم پیازم خوب تند است بسیار زیاد یگانه خوب اصلا میست تو آخر برنامه اگر میخوای من بیام اینجا مزاحمت نکن فقط پیاز میده کده برو ما دور مقصد یک گپ بانه که می دخترها زیاد از پیازم میترسن به خاطر قصدن ببین مصطفی حال پیاز دیگه یک ساعت است که خلاص نمیشه چطور مصطفی جان خلاص میشه فقط به خاطر گریختن از خودت بنزی جان از خودت من پیاز ریزه میکنم دوستای عزیزی را میبینین که فقط دیگه چیز نیست و امیر چی رقم است فقط خلاص شد بارش خب ما گفتم که بیخی دور نمیخوره دور داد خود یا مایده کرد نه مایده کرد و دوستای عزیز میفهمین که ایره حتما در شیرینی استفاده میکنن و آماده میکنند دوست عزیز برنامه رو تماشا کنید تا آخر برنامه و معاون مصطفی یه رقم مصروف است و بنظیر جان امی کسایی که زیاد مثلا خودشانه به خاطر پیاز نمیفهمن به خاطر اینی گپا زیاد میگم مثلا پیاز از پیش مایت باش فرار کنی بازم زیر میزشان اگه من داور میبودم مال قلم کاغذ بر میداشم نوشتم میکردم پنج تا سمارق پایین افتاده چقدر پوست پیاز پایین افتاده دیگه اسراف کرده به نظر نه اسراف نکرده بود بدر سلیقه یک چیزی هست که داشت بس خانه گپ اول میزنه اول یک عرض سلام خوب بکنیم به همه بیننده ها بسیار خوشحال هستم که در یک برنامه جالب غذایی ما امروز دعوت شدیم و منظور از آمدن ما تنها این نیست که ما غذا بخورم و یا مزه غذا را ببینم برای ما از نگاهی که ما سعی میکنم سی بودن غذا هم بسیار مهم است که ما البته میبینم که کارا بسیار خوب پیش میره هر دو آشپز زحمت زیاد میکشن خب بعضی گپا را مراعات میکنن مثلا در شروع برنامه دسکشان بسیار مهم بود اما سلیقه آشپز خانه هم مهم است به نام یاد خدا ما خوش هستیم دو جوان آشپز داریم که خیلی لایق هستن و فعلا برامی که معاون بصیر جان که دستکش نداشتن و این بر نظافت خیلی مهم است و دیگه خود مصطفی جان که سمارق ریختندن مصرف اضافی کردن کمی دقیق تر باشن همون چیزایی را که دو داور صاحبای بزرگوار ما گفتن دقیق گفتن ولی ما برعکس میگم که بسیار پرتلاش و بسیار صادقانه و بسیار تیز هر دو آشپزای ما کار میکنن 45 دقیقه با ختم دوئل یک رقم دهی میز خشونت علیه مرغ جریان داره نه؟ کت ساتول زده میرش مرغ بیچاره ده کرایی انداخته یک دانه یک چیز هست آتیشگیر باره گرفته و تو نمیکنه کور امانه تذیر روی دوری باره خوب و یک کار جالب دیگه مصطفی جان چهار خانه گاز است نمیکنه گاز پیشروی خود خاموش کنه گاز دیگر را روشن کنه دیگه به مو وزن گرندش میگیره از اینجا بلند میکنه اونجا میمونه و دیگر میاره اینجا دکتر بنظیر جان هر چهار ضرورت است بله یا من میبینم که همیال ضرورت است در جان ما میزنه دیگه باش که من کمکش کنم دستمال بیارم به شرقای خواب پاک کنه اگر نه دیگ نمکی میشه نشه داور صاحبای عزیز قبل از اینکه غذا را بخورن طرف شفاخانه برن بخیر جان عرقای تو را خوش کنین میکنم نه همیالت فقط یاد قبوان که کار ماشه با او میفهمه سیستم خوده که چی رقم پیش بره دیگ نمکی نشه باز میدن نه از او خواه از او مطمئن باش چطور مصطفی جان ما خواه بله. دیگه طرفدار خودت هستم به نظر جان هر چیز بسیار زیاد مکم گرد از او خواه تر
دیگه بهیر یک کار میکرم، شما بیاین اینجا، من اونجا میرم. خب کتی با سیجار صحبت میکنی؟ بیاین اینجا شما، ایره با گپ بیار دیگه، من خود نتانستم خورده ایره. خودت کتی با سیجار صحبت کن. تو بار که اول اینجا داد بجای نمک گوره را آورده. بسیر جان گوره است تا پیش سرش بخوان بخلان که پانتون که میری اشتباس است. ما در پانتونی نمیره بوره میخوانیم. نمک بوره میخوانیم. آه دیگه خوب از کجا ما بفهم که این نمیال مزی ازی شور است. بچشش حالا من یک گپ دیگر را نفهمیدم اینجا. دو دانه گاز روشن است، هر دوی شما تو ماندگی است. این طرف دو دانه گاز خاموش، دو دانه دیگم سر گازهای خاموش ماندگی است. بسیر جان، سرچپه کار میکنی چرا قبل؟ نه، من هر دویش کار داشتم، اینال خیره گلش کنم. کلم خوش نمیشی که من. نه، مصرف میشه، باز اینجا کلش از ما شما و بهیر دور میتن. دوسته عزیز، یک چیز را متوجه باشه. والا برای جان برای کمه که مشکل است، فرایبان خورد است، دستمو نمیگرده. خب عزیز خب بیتانید کلانش را بگیرین. خوشبختانه که کلانش نبود. خب خوشبختانه. خب دوستای عزیز دیگه دیدین یک کمی وار خطا شدن، ببینیم که مصطفی جان دیگه دست پاچه نشن. تو بالا خب مرده نمیز نیجا که بین عزیز زیاد گرد میزنن دیگه کار کنم مشکل ندارم. بله و ما به خاطر یک کمی دورتر می باشم دوستای عزیز که مصطفی جان بسیار زیاد همینطور تیز و با سرعت کار خود پیش می بره، همین یک کمی روغن دمی روی ما نپره. تا بسیر جان کجا مصروف است؟ بسیر دستشوی خودش آنمانده هر دقیقه میرن در خانه همسایه هم میره. این بلد شده هم بوده گرچه دستشوی اینجا نیزی کنم. خانه خود دانشوی که خانه همسایه اول برنامه گفتم نه همون سمربانی نمانده. 29 دقیقه با ختم دوئل. بسیر جان؟ جان این همی دستیارت هیچ گپ نمیزنم میگن چطو؟ دستیارم گپ نمیزنم؟ دستیارم بیچاره چی بگویه؟ بیچاره؟ چرا بیچاره؟ از امو چهار تا میوه که داده میشه از امو خلا شوه باز گپ میزنم. خب بیره چی آماده میکنه؟ سلات؟ جانا سلات میوه اینی هم اتمن در جمع سلات میوه میره دگه. آه وام در جمع سلات میوه. خب سایل کوکو ما چیر نشانت میتونم؟ نولیستم. خب میدین میگرم آخو مقصد ایچ بولا سایی نمیکنه اما تو سرش پایین در کارش مصروف است میگه آه بله آب نمتر است. خب مریضی از ما نه. بسیر جان و مصطفی جان 29 دقیقه زمان برنامه گذشته و بقیه 30 دقیقه الی ختم دوئل باقی مانده. عجله کنین دیگه که کارهایتان دیگه چی مام نمانه. رو برواسه بهیر جان شنیدی چی گفت؟ یک دفعه بسیر خیلی زیاد وقت مانده بابا مرا قدرناک ور خطا کردین. 30 دقیقه یعنی زیاد وقت است. ببینیم که در 30 دقیقه اینا تمام غذای خود پخته کرده میتونن یعنی. 25 دقیقه با ختم دوئل. خب بسیر جان چطور است؟ بسیر مریض است دیگه گپ زیاد نمیزنه میگه گلونم درد میکنه. نه گپ میزنه خب سوال کنم چی سوال داری؟ نه من زیاد سوال نمیکنم خب بازال ناق نگوی از من تیان گرفتی. دوستای عزیز مصطفی جان مکرونی انداخت و ازش میپرسیم که ای غذا نامش چی است و کجایی است؟ بله جان پشرم بر نامش را گفتی یعنی؟ بله بعد به نظر من گفتم نامش نمیگم. نه تا آخر برنامه نمیگم. تا آخر برنامه را اوهو کسی نقل نکنه باید مردم بفهمه که امروز چی پخته میکنی عزیز دل. خیر باشه با آخر سنه فهمیده میشه. خب به دوره عزیزم نفهمن تا آخر برنامه دیگه. دوره عزیز اگر بفهمم باز مزه شدست میتونم. پس بهتر است که برفعلا نفهمم. قسمی که معلوم میشه ای دو آشپز جوان خیلی کوشش میکنن که غذا را مزه‌دار پخته کنن و راستی همی بوی ازی غذا که در بینیم اومه واقعا زیاد همونطور معلوم میشه که غذا زیاد لذیذ و مزه‌دار است. اما بعضی گپاره که من متوجه شدم چون روند برنامه همون مزه غذا زیاد مهم است اما از نگاه سیه ما باید بسیار متوجه باشیم. مثلا پیازه باید بسیار سرخ نکنیم. اگر ما پیازه سرخ میکنیم امراض گوناگون میره حتی سرطانه.
معلوم میشه که نام خدا آشپزای ما خیلی لایق هستن. ما یک کمک مصروف است. بسی جان کمی ورخطا شدن. سرمیزشان بیربارک است. و همچنان سرپوش دیگ یادش رفته که پت کنه. چون ماونش خیلی مصروف و میوه شدن. مصطفی جانم خیلی خیلی دقیق‌تر پیش میرن. خب همون چیزایی که دارسایبه عزیز گفت ما با تایید گپای ازیا. همونطور میگم همونطور که میبینین سلیقه بسی جان بسیار خوب است. همون قاشق سرمیز ماندگیست باید در جایش مانده شده با. دیگه تقریبا قاشقه که میبینین بله. سر میز موندگیز اون حال پس در جایش مان بوده گفت من یک ساعت میشه که قاشقه میبینم کجا پراکنده است و مشکل در اینا نیست خودشان بسیار مسلکی و استاندارد کار میکنن ولی معاونشان که هست یک ذره نام خدایش باشه بسیار فعال است اکتیف است به خاطر از او یک ذره زیاد اونا میتپن در جریان هم گفتن که وضع صحیم هم خوب نیست و این وزنشان هم بسیار کم میکنه برای وزنشان خوب است اما کاش که صحتمن می بود. در این طرف دوست دیگه ما که معاونشان هستن بسیار فعال است و نرمال به سیستم آشپزی میفهمه و هر چیز به اصولش میه و جا به جا میکنه. 15 دقیقه به ختم دوئل. بسیر جان جان چی میکنین؟ این این فروت سالات هم میکشیم دباینه فروت سالات؟ جانا بله فروت سالات خود دوسته عزیز میکشن اما ما که فکر میکنم ماوینشان یک کمی بسیار زیاد به تکلیف هستم با مخاطر هم داره عزیزان میگه که ماوینش بسیار آرام در میجستاد است اما یک کمی مشکل است گپ هم نمیزنه به خاطر که مایک نداره دوست عزیز و بسیر جان رو میپرسیم که ماوین چطور بود امروز کارای خود پیش برد یا نه ماوین ما دیگه اگر داور صاحبا قضاوت کنن باید استم از روی ماوین مرکام یا بسازن نه حال دیگه چیز نکو امو پلیسی پیش نبر که کار داره عزیز نه کل کار ماوینم پیش برد درست این حال سر میره سر نمیره متوجهش هستم دی سوپ چی انداختین رنگ شی رنگ شده؟ رومی... نه خیر رنگ زرد رنگ زرد؟ بله این رنگ هست رنگ کبیچ یعنی چی میگنش بداری؟ کبیچ او رنگ سرخ داره نه؟ من نفهمیدم مرچ دلمه؟ نه خیر چی را میگنش؟ کرم کرم سرخ هم نام کرم هم از یادش رفته بوده دست پاچه شده نه خیر یادم نرفته بدری نفهمیدم نه گلودردی قدر تاثیر زیاد داره گلودردی را دیدیم دیگه تاثیر شد بسیر جان ایش زحمت نکشید اینجا از خود تاندست شوی از تا اونجا کجا میری و میایی؟ او همونجا مخته شده فکر فکر میکنم هر قدر که برش میگی اینجا بازم هایی میره تا اونجا پس نه اگه شنبا کردیم نمو اولی رو باید همینجا میماندیم بسیره او مخته است بله درا دیگه چیز هم ریخت از ایش کانون فلاور همه تر است؟ جان کانون فلاور هم درا دیگه ریختان جو خب دوسته عزیز جان دیگه میبینیم که کار روان است من دیگه صحبت هم زیاد کرده نمیتونم ما هم زیاد گپ نمیزنم بخاطر که گپ نمیزنن اینجا علیه ما یادم مسلح شده چوب استاد میباشم فقط سعیل میکنم مقصد فکرت باشه که اگان مشت و لغت نمیزنم دور استاد شده ببین چقدر فاصله زیاد است تو ترام دیگه نیست به نزی جان نه تو به خدا مره قدر ترساندن یادم من تا آخر برنامه دیگه هم راهی گپ نمیزنم خوب است. خوب است. اگر میفهمید می رویه است، من از اول می کارم می کردم. تو را خدا. ما که دست دادیم مردم از بیخ قط می کنم. 10 دقیقه. به ختم دوئل. استاد بزرگوار، شما خود یک ورزشکار بسیار عالی هستین. قسمی که من برای شما صحبت کردم. بیاین که سر این مسئله، امی اگر متوجه شده باشین، معاون یا دستیار مصطفی جان، همین دسته خود در نمک درو میکرد یک پس باز دسته خود درو میکرد باز دادگه همین تو کل مساله را کتم دسته خود یک امتحان میکرد
تمشه میچشید. تمشه میچشید. یعنی گپا رو باید کمک متوجه باشن. بله، باز خوبیشی بود که خود آشپز با قاشق گرفت مصطفی جان. بله. خورد و باز رفت هم قاشق ششت پس منظم به شکل استانداردش بله. شگیش پای آورد. باز یک جای خوار ما بنظیر گفت که مصطفی خو ورزشکار است همی سیر که میگیره متر میکنه ایره میده میکنه. بله. باز یک خاطره میادم اومد گفتم خوب است. یک آشپز دیگر دیدم وقتی که سیر میخواست میده کنه دادن خود میده 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 کرد. باز میجویدش باز پس میکشید. بسیار جالب بود در من اونو راست مسلکی بودن داشت خوب نشان میده قدرت بدنیش نشان میده نیاز به اونگ و یه نداره اینطورش که میکنم مایدهش میکنم دسکش هم داره دسکش هم داره رئیسیش خوب است دیگه رئیس حلیمه اگر که چیز گفتنی داشته باشن خب چیز گفتنی خاص نیست بسیار خوب دختر پیش میرن و مخلصانه کار میکنن منتظر غذایشان هستیم که ببینیم نظریت بعدی ما را 6 دقیقه با ختم دوئل دوست عزیز فقط 10 ثانیه الی ختم دوئل من باقی مانده و حساب میکنیم از 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ختم دوئل دیگه دست زده نمیتونین مصطفی جان خلاص و نمانده مش کمی قاشق اوجا هست قاشق اوجا هست قاشق میواشه نمیتونی اجلی رقم خب خسته نباشین آشپزای عزیز و دوست عزیز من هم طرف میز داوره عزیز میرم و آل هم زمان رسیده که غذا را تست کنن مزه کنن و نمرات بتن داره عزیز من طرف میز داره عزیز میرم و خودت هم یک جای برو یک چیز بخو بنظیر خب دوست عزیز من هم رسیدم طرف میز داره عزیز و زمان رسیده تا آشپزای عزیز غذایی که پخته کردن پیشکش داره عزیز کنن در ابتدا از آشپز بصیر جان خواهش میکنیم تا پیش غذایی را پیشکش داره عزیز کنن پیش غذایی من یک سوپ است، یک سوپ ترکاری که ایتالیان سوپ می باشد شاید دوستای ما به کشورهای خارج سفر کرده باشند و یک در رستورانتای خارجی دیده باشند یک غذای بسیار متنوع می باشد یک تمامانش از ترکاری های تازه استفاده شده خدا کنه که مورد نظرتون، مورد علاقتون باشه نوشیدن کنید منتها ما یک مسئله را میخواییم بگویم غذای امریکایی اکثرش به حساب فست فود است و این غذا ناصحی ترین غذا هست یعنی بسیار نقص داره اونا اروپایی ها بازم بهتر است نسبت به امریکایی ها باز گپا را مراعات میکنند اما در امریکا در غذا در بودن سی غذایشان ضعیف هستند خب ما معمولا غذای دلخواه ما سوپ است که همچنان خیلی تند میکنم خوب سوپ خوبی است اما ترکاری ها دارن فقط کمک مرج مسالش کم است اوه کم است ها دیگه خوب است بسیار سوپ عالی بود همونطور که داره دیگه گفتن ما در گپ آشپز موافق هستم چون پیش غذایی باید صحیح باشه و چون تمام مردم افغانستان به تکلیف میده داره و میبخشین گپ تا میگفتم همین پیش غذایی به خاطر است که ما را آماده به این بسازه تا بتانیم غذای دیگه خود را باشیم اگه ایتون باشه باز میده تا شاید تکلیف بده واقعا بسیار عالی بود بسیار عالی تشکر زنده و سلامت باشین دوست عزیز نظریات داره عزیز راجع بر سوپ یا پیش غذایی را که بصیر جان آماده ساخته بود دیده ما شنیدیم حال هم ازشان خواهش میکنیم تا غذای اصلی خود پیشکش داره عزیز کنیم
من غذای ما که هست ماهی همراه با یک ایتالیان مکرونی یا آش هسته که آشش همراه با بانجرومی و بعض ترکاری باب و بعض مساله و یا آماده شده. مسالهش هم زیاد نه، فقط زرچوبه به خاطر چون برستغان بسیار مفید است زرچوبه داشت استفاده شده، بسیار کم از گرم مساله داشت استفاده شده، نمک مرچ و سیادگه یه چیز داشت استفاده نشده که یعنی ضرر به صحت نداره. هرچی ماهی که است، ماهی یک کم در روغن یعنی پخته شده، بریان شده، بعد روغنش پاک شده را با امو کاغذ دستمالی که باید پاک میشد، یعنی روغنش افت میشد، جمع میشد، او شده. زنده باشین، تشکر، اشتیه خوب داره عزیز، بفرمه. من صرف یک گپ میخواستم بگویم، همی غذا که هست اول بله. همراه چشم اصلا نوش جان میشه. بله بله. وقتی که یک غذا رو میبینی که خود گپ میزنی بله. و یک احساس به می زبان آدم پیدا میشه بله بله. و سلیقه بسیار زیاد مهم است بله. که چقدر رو زیبا و خوب جور میکنی مخصوصا در رستوران ها. تشکر. غذای اصلی شما مثل سوپ خیلی مزه‌دار است بله. و همچنانی که خیلی غذای ساده است، بخص بر ورشکارا خیلی خوب است، ماهیش خیلی قوی است، غذای خوبی است. مزه‌دار بود؟ بله زیاد. به وقت غذای بسیار استاندارد و بسیار خوب و مفید، هم از نگاه تکمیل کردن انرژی و بعضی کالری هایی که بدن ضرورت داره مفید است و هم از نگاه ذائقه میزش. دیگه همونطوری که قبلا گفتم تا که غذای جانب مقابلش هم نخوریم ما قضاوت کردن نمیتونیم بله. کدامش برتری دارم و خوب بود. واقعا غذای مزه دار است. مخصوصا همی ماهی را همراه اسپاگتی اینا جور کردن. بله. ذائقه‌ش هم خوب است، نمکش هم زیاد نیست. حال هم نوبت غذای بعدی شان رسیده. شیرنی را که آماده ساختن. ببینیم که با شیرنی رضایت کامل دوباره عزیز حاصل کردن میتونن یا نه. بفرمایید. شیرنی که هسته به نام میکس فروت سالات یاد میشه که در بکس سرخان دیدین که مولی سرخک برامد، باید مولی سرخک هم دهی استفاده میشد بله. که البته مولی سرخک هم اشردت کرده در بینش انداختیم دگه ای از تماما میوه ها استفاده شده. دهی شیرنی که استفاده شده خوبی شی هسته که یعنی زیاد نه چربی داره و نه هم شاید ضرر داشته باشه، شماش بهترتر میفهمین از ما کده. دهی اصل استفاده شده و شیر ملکو که دیگه چیز داشت استفاده نشته، فقط شیر ملکو و عسل و از مغزیات بعض مغزیات که داشت بوده استفاده که میده شده داشت استفاده شده. در اول با معاون سر بسیج جان یک شوخی میکنم. در زمان میده کردن میوه من متوجه بودم زیاد بینی خود کش میکرد بالا، یک زیاد توشی هم که دهی زیاد شده یه از امو تم از امو هست و بزار خوشتم ساختش خوشتم ساختش با آقای برو یام بردم دیام یک برد هست، یک غذایی هست که تا حال کس نخورده بودیم. به وقت مزهش خیلی مزه‌دار است و یکی جالب است که مولی سرخگ یک نوی ترکاری با میوه است، این خیلی مفیدتر هم است و از نگاه سلقه خوب است که خورد و کلانش اونا مخلوط شده خوبتر است. واقعا مزه‌دار بود. من فکر میکنم اگر همیشه ریشه کمک کم باشه بله. بهتر است به خاطر که خود موادی که دیگه گچ شده همه شیرین است. خب سپاسگزارم دوست عزیز از تک تک شما عزیزانی که تا این دم برنامه با ما بودین. نظریات دوباره عزیز راجع بر غذای بصیر جان دیدیم و شنیدیم، حال هم نوبت مصطفی جان رسیده تا پیش غذایی را پیشکش دوباره عزیز.
خب دوستای عزیز، مصطفی جان پیشخزه را پیشکش داره عزیز کردن و خودشان خوش آمدید میگم باز هم، چون بار اولشان بود در استودیو سرخ آمدن. ای که پیشخزایشان چی است ازشان میپرسیم؟ پیشخزای ما یک نوع سوپ هندی است که ما خواستم که نه به ترتیب افغانستان که ما رو زفتر کانفلاو یا نشایسته برتن بیشتر را بله. تیره بسازم بله. از ویژتیبل استفاده کردیم در مجموع و همراه با چکن است و همراه با از اونا مولی سرخک هم است، چون موضوع برای من مولی سرخک بود و ببینه که دواره عزیز یه چی میکنه. اشتیای خوب دواره عزیز، خوشحال میای یا نمیای؟ سوالای ما را جواب دادی. بله بفرمایید. یکی از خوبی های سوپی بود که همین سر از این ایچ همین روغن دیده نمیشه، بله چرب نیست. دومی که من قسمی که پیشتر گفتم، گفتم این غذا اول با چشم نوش جان میشه. بله بله. شاید یک سلیقه خوب به کار برده شده، رنگش همون سلیقه که با پتنوس آوردن همین گپ ها رو زیاد خوب مد نظر گرفتن. واقعا مزه‌دار بود، نمکش همه گپایش مرا راستی خوشم آمد. زنده باشین، تشکر. و رئیس جان؟ خب گپ بیشترم که مرچ نمک ندارن، یعنی مرچ مصالحی کم است، نمکش برابر است، خب مزه خوبی داره. خوب شد، زنده باشین، تشکر. و خوشحال جان؟ عالی بود. خب ما چیز گفتنی ندارم. خوشتان آمد؟ بسیار مزه دادتان. زنده باشین، تشکر. و مصطفی جان، دوست عزیز، نظریات دیدن و شنیدن از داره عزیزه و آل هم نوبت غذای اصلی مصطفی جان رسیده تا پیشکش داره عزیز کن. غذای اصلی ما غذای چینایی است که به نام پاستا ویژیتریان است. در پاستا ویژیتریان که از مجموعاً ترکاری استفاده شده و هم یک خواستم که امروز نه چکن استفاده کنیم، یعنی گوشت مرغ، به خاطر هم طعمش و دیکورش و زمینه ذائقه از فقط همین مکرمی است. خوش گفتن که سه نوع غذا است و سه کشور وجود داره، یکی ساختار هند است و یکی هم چین است و دیگه هم بخش افغانی خود ما شما است و بخش دیزرد ما. بسیار خوب، بسیار خوب. پیاز رو استفاده کردیم؟ پیاز متوسط به حساب نه سرخ سرخ نه نیما، به حساب در مجموع استفاده کردیم، چون اما طعم شبکش همراه با دیگه ویژیتریان. زیاد سرخ نکردی؟ نه نه خیر. خب برای ما این گپا زیاد مهم است، بسیار سرخ نشه. بله. شما ببینید در بیرون کسایی که چپس میخورن در بیرون سرخ میکنن و از روغن کونه استفاده میکنن. بله. افهمی که چقدر مردم ما را سرطان میگیره ازی؟ گلون درد نکنه. بسیار زیاد این گپا را متوجه آدم باید باشه. بله. بس کردی استاد؟ خب خیره تا وقت شما چیز کنین، رئیس جان نظر خود خواهد گفتن. خب که میگن غذای چینایی مرچ ندارن، البته مرچ دلمن داختن و سه مواد داره که سمارق، سینه مرغ و همچنان مکارینی. بله. با ترکیب خیلی مزه‌دار آمدن. مولی سرخک هم داره. مولی سرخک استفاده کردم. مولی سرخک شما مزه نکردیم اما خوب معلوم میشم و سلقه مشقابش هم خوب است. خوب است. خب خوشحال جان، به وقت بخیلیم گیرتان کردیم. مزه‌دار بود. هم مرغش مزه‌دار بود، سلیقه مشقابش بسیار خوب، طعم بسیار عالی و در مجموع خوب بود. تشکر سکندر سیب عزیز، واقعا غذای بسیار مزه‌دار، همه گپایش دیگه سوال نیست که ما سر از او زیاد بحث کنیم. بله. منتها چون ما از نگاه همین مزه نمره میتیم، بله، یک کمک روغن زیادتر استفاده شده، بعضی غذا نمیشه بدون امو روغن پختام شوه. این که چرا خودشان خواستن. بله. اما این روغنش بسیار زیاد است. بله. ما باید کوشش کنیم که از روغن استفاده روغن زیاد کمک دوری کنیم. بله. به خاطر اینکه روغن قدر از وفر استفاده نکدیم، متوسط استفاده کنیم، چون غذا رو نگاه میکنه.
بله. در حالتی که است اگر نباشه روغن بازو خود خوش میکنه و ذائقه خود از بین میبره. بله. فقط این روغن است که چیزی است نگاش میکنه. بله درست. درست است. زنده باشین. تشکر. مصطفی جان آماده سی تا شیرینی را که آماده ساختی پیشکشی داره عزیز کنی. بله. بفرما. شینی ما که از بخش دزرت افغانی است که ما شما بنام فینی یاد نکنیم به خاطر که مل سرخه یک طعم داره که طعم یکم تند یکم تیز است. بله. و خواستم یک چیز شینی از رو کمی اضافه کنم همراه با کشمش و هم تو بوراک استفاده میشه و خواستم بخش دزرت شما چون یک طعم خاص داشته باشه در حساب ذائقتش مالتا استفاده کنم و همچنان پسته و بادام. نظریات من والا یک چیز فوق العاده خوب یک چیز نو گفتم که من اولین بار مولی سرخه که دفرنی میگن که انداختیم من مطمئن نیستم اما یقینن که این کار را کردن واقعا مزه دار است همین پستیش کشمش و بسیار مهم یک گپ مصطفی جان بسیار متوجه شده سلیقه مشقاب که اینجا نشه کردیم سلیقه مشقاب از امو اول تا آخری هم متوجه هستن درست. مثلا غذا را بسیار با امو پتنوس میارن منظم دیکورش، دیزاینش، دی فوق العاده خوب است. سلامت باشین. تشکر. زنده باشین. خوشحال جان. والا همونطور که سکندر صاحب گفتن در سلیقه مشقاب بسیار خوب بودن، بسیار عالی و فرنیشان هم بسیار مزه‌دار و بسیار خوب شیور کرده بودن. زنده باشین رئیس جان. خب بیجا مول سرخه پیدا نتانستم و مزیش هم معلوم نبود چون و فیریش خیلی مزدار آمد و معلوم دار که مول سرخه مزیش خوب کردم خب سلقه مشقابش هم آلیست بسیار فیری مزدار گرد من مول سرخه که تراشه کشیدم که نخواستم که یعنی زنده زنده باید همراه فینی اضافه شده چون به خاطر تعمشه که مول سرخه کم تیز است من خواستم که شکر شکم زفتر کنم و مزیش از بین نبرم. زنده باشین تشکر و بار اولتان بود در استودیوم سرخ آمدین و چطور بود امروز برنامه مصطفی جان؟ بسیار عالی. ما خوشحال هستم که در چنین برنامه اشتراک کردم و آرزویم بود. از شروع ابتدا که برنامه شروع شد ما آرزو داشتم که چنین روز برسم. بله. چون قبلا مسافر بودم ولی بازم در مسافریت من بخش یوتیوب سعی میکنم که باشه این برنامه 59 کیها هستن. بله. کی ها اشتراک میکنن شاید از جمله دوستای من باشن و خوشبختانه که از جمله دوستای من هم بود باز روز رسید که من خواستم از یکی از دوستا که می خواستم که در این برنامه بایم اشتراک کنم یک راهنمایی کنم بله. و در ما راهنمایی کردن و خوشحال هستم. زنده باشین تشکر بفرمایید موفق باشین. شکر سلامت باشین. دوست عزیز شما هم یک هفته فرصت دارین تا با آشپزی مورد نظرتان رای ارسال کنین. ای که با کدام شیوه رای ارسال کرده میتونین با طریقی رایدهی آشنا میشین. شیوه رایدهی به آشپزان مورد نظرتان. به مینوی پیام موبایلتان رفته کد رایدهی آشپز مورد نظرتان را بنویسید و به شماره 2020 ارسال نمایید. نکته شما میتوانید از دیگر شبکه های مخابراتی رای ارسال کنید. هزینه برای رای شما 10 افغانی است. شما می توانید الا تاریخ 8 ثور رای ارسال نمایید. برای تعداد زیاد از رای دقیق جوایز در نظر گرفته شده است. کد رای دهی به بصیر پیرزاد 007.49.1. کد رای دهی به مصطفی محمدی 007.49.2. خب دوست عزیز با طریقه رای دهی خوب آشنا شدین. هر آشپزی را که خوش دارین و دوست دارین رای ارسال کنین تا برنده این مسابقه اعلان شود. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم.